رایترز گزارش میکنه حسن نصر رهبر حزب الله لبنان برای اولین بار اعتراف کرده که سازمان تحت رهبری او از ایران پشتیبانی های مالی و نظامی دریافت میکنه هرچند این حزب به گفته نصرالله در انجام وظایف و فعالیت هاش هیچ دستوری از ایران دریافت نمیکنه شیخ حسن نصرالله میگه که سازمان تحت هدایت اون تا به حال فقط بر پشتیبانی سیاسی و اخلاقی ایران از حزب الله لبنان تاکید کرده چرا که نمیخواسته به اصطلاح برادران ایرانی رو در تنگنا قرار بده رهبر حزب الله لبنان بعد هم میگه اکنون که رهبران ایران علنا بر پشتیبانی مالی و نظامیشون از حزب الله تاکید کردن دیگه اون مانعی برای اعلام کردن این مطلب نمیبینه شیخ حسن نصرالله در ادامه ادعا کرده که از زمان تاسیس حزب الله لبنان توسط ایران حکومت این کشور تا به حال هیچ دستوری به این سازمان شبه نظامی نداده و در صورت بمباران تاسیسات اتمی ایران توسط اسرائیل هم حاکمیت ایران هیچ مطالبه ای از حزب الله لبنان نخواهد داشت. شیخ حسن نصرالله مدعی که حتی اگر رهبران ایران دستوری به حزب الله لبنان ابلاغ کنند این سازمان به تنهایی و مستقل تصمیم گیری میکنه. او در جای دیگه ای از صحبتاش گفته های مقامات امریکایی را تکسیب کرده که حزب الله لبنان و دولت ایران رو به پولشویی از طریق قاچاق مواد مخدر متهم کردن. حسن نصرالله در پایین صحبتاش مثل حاکمیت ایران بار دیگه بر پشتیبانیش از حکومت بشار اسد تاکید کرده. تو هفته های اخیر قاسم سلیمانی فرمانده واحد قدس سپاه پاسداران گفته بود که نفوذ ایران در عراق و جنوب لبنان به حدیه حد که حکومت اسلامی ایران میتونه تو این مناطق به عنوان سرمش قرار بگیره. پیشتر از این هم سردار پاسدار یحیی رحیم صفوی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی ایران و فرمانده سابق سپاه پاسداران گفته بود که در صورت حمله اسرائیل به ایران این کشور نیازی به موشک پراکنی علیه اسرائیل نخواهد داشت چرا که این مهم با اشاره ایران توسط حزب لبنان و سازمان حماس در نوار غزه صورت خواهد گرفت. صحبت های فرماندهان سپاه پاسداران ایران موجی از اعتراض و نارضایتی در عراق و لبنان برانگیخت. مقامات رسمی و غیر رسمی این دو کشور صحبت های فرماندهان نظامی ایران رو نقض حاکمیت ملی خودشون میدونند و توی لبنان احزاب مخالف حزب الله خواستار موزگیری این سازمان علیه اظهارات فرماندهان سپاه پاسداران ایران شدند.